نشست مسکو در مورد صلح افغانستان. این نشست با اشتراک سیاسیون افغان روز سه‌شنبه برگزار می شود. نشست بسیار مهم می دانیم و یک آغاز مذاکرات بین الافغانی می دانیم. تاکید عبدالله بر تلاش های سال بر محوریت دولت افغانستان. رئیس جمهوری حکومت می گوید که تلاش های سال باید بر محوریت دولت افغانستان باشد. یک اصل عمده در بسته گفتگوها مذاکره بین الافغانی با محوریت دولت و شمولیت سایرین در مذاکرات هست. بر رد اظهارات ترامپ از سوی مقامهای عراقی، صالحی میگوید اجازه نظارت ایران از سوی امریکا از خاک عراق را نمیدهد. منم خدا و با عرض سلام به مجموعه خبرین ساعت از کابل نیوز، با من صدیق فیروز خوش آمدید. مشروع خبرها. نمایندگان طالبان و سیاستمداران افغان به هدف شرکت در نشست صلح افغانستان به مسکو سفر می کنند. در این نشست که روز سه‌شنبه به ابتکار افغانهای مقیم روسیه برگزار می شود، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و شماری از سیاسیون افغان اشتراک خواهند کرد. طالبان نیز با نشر اعلامیه گفتند که در این نشست هیئت ده نفری این گروه بر ریاست عباس استانگزی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اشتراک میکند. شماره از اشتراک کنندگان این نشست میگویند که در این نشست به شمول دیالوگ بین الافغانی بر حفظ حکومت مقتدر مرکزی و بی‌طرفی افغانستان تاکید خواهند کرد. با وجود مخالفت حکومت وحدت ملی با برگزاری نشست صلح در مسکو، شمار زیادی از سیاستمداران و نمایندگان احزاب مختلف سیاسی به هدف اشتراک در این نشست بر روسیه سفر می کنند. این نشست که به ابتکار افغانهای مقیم روسیه و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین برگزار می شود، شمار زیادی از سیاستمداران افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، سران احزاب سیاسی و برخی از مقامهای طالبان مسلح در آن اشتراک می کنند. شماره از اشتراک کنندگان این نشست را فرصت خوبی برای مذاکرات بین الافغانی خواندند و میگویند که در این نشست بر حفظ حکومت مقتدر مرکزی، ادامه مذاکرات بین الافغانی و بر بی‌طرفی افغانستان تاکید خواهند کرد. نشست مسکو که سران و شخصیت های برجسته ملی و سیاسی ما اشتراک میکنه و اونجا هیئت رهبری جانب مقابل یعنی طالبا هم یه نشست بسیار مهم می دانیم و یک آغاز مذاکرات بین الافغانی می دانیم. نشست مسکو یک به اصطلاح خوبی که نسبت به نشست های قبلی داره، نشست شفاف و روشن هست. نمایندگان از جناهای مختلف در افغانستان میرن و با طالبان رو در رو مستقیم میشینن و صحبت میکنن. در همین حال طالبان مسلح نیز با نشر اعلامیه گفتند که در این نشست هیئت ده نفری طالبان مسلح بر رهبری شیر محمد عباس استانگزی رئیس دفتر قطر این گروه اشتراک میکند و در این نشست بر پایان حضور نیروهای خارجی در افغانستان گفتگو خواهند کرد. در این نشست نمایندگان امارت اسلامی نیز دعوت شدند که هیئت ده نفری طالبان بر رهبری شیر محمد عباس استانگزی در آن اشتراک خواهند کرد. اجندای این کنفرانس آگاهی در رابطه با قضیه افغانستان، بیان موقف ها و پیدا نمودن یک راه از طریق تفاهم با گروه های مختلف افغانستان بدون اداره کابل عنوان شده است. امارت اسلامی با استفاده از این فرصت طرز العملش را روشن خواهد ساخت.
در این نشست نمایندگان شورای عالی صلح و حکومت افغانستان اشتراک نمی کنند، اما حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح و برخی اعضای این شورا شامل لیستی هستند که به هدف اشتراک در این نشست به مسکو سفر کردند. اما شورای عالی صلح می گوید که در این نشست از آدرس این شورا کس اشتراک نمی کند. افرادی که در شورای عالی صلح عضویت داره اینا از آدرس شخصی و به عنوان یک شخص حقیقی شرکت میکنه، نه به عنوان یک شخص حقوقی. پس بنابراین میتونیم بگیم که شورای عالی صلح یا عضوی از اعضای شورای صلح از آدرس و به نام شورای عالی صلح کسی در این اجلاس حضور و مشارکت نداره. حرکت شاید که منشش نیات خوب بوده باشه. اگر این انتباه ما بخوایم که بتیم بر مردم، بعد ای فقط کمک به ای خواهد کرد که طالبایی که بدون از او لجوج هستند و با لجاجت برخورد کردن در برابر سرنوشت مردم افغانستان بیشتر لجوج میشه، بیشتر لجوجانه برخورد. در نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان نزدیک به 30 سیاستمدار افغان، نمایندگان احزاب و نمایندگان طالبان دعوت شدند و هیئت اشتراک کننده افغان در این نشست با نشر اعلامیه گفت است که در نشست مسکو بر ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان و دفاع از نهادهای ملی، دفاعی و امنیتی تاکید خواهند کرد. رئیس جمهور حکومت میگوید هر گونه تلاش برای سال باید بر محوریت دولت افغانستان باشد. عبدالعبدالله که در نشست با مسئولان رسانه‌ها صحبت می‌کرد، با اشاره به نشستی که در مسکو در مورد سال افغانستان برگزار می‌شود گفت که اگر رهبران سیاسی افغانستان در این نشست زمینه گفتگوی مستقیم طالبان مسئله با حکومت افغانستان را مساعد سازند، یک پیشرفت در بخش صلح خواهد بود. عبدالعبدالله میگوید هیچ گونه توافق وجود ندارد که نیروهای آمریکایی بر اساس آن برای مدت طولانی در افغانستان باقی بمانند، بلکه حضور آنان بر فعالیت گروه‌های تروریستی محدود است. رئیس اجرائیه بار دیگر با ایجاد اداره موقت مخالفت نشان داد و گفت که این کار به معنای آغاز از صفر است. با وجود خوشبینی ها در داخل و خارج از کشور در رابطه به نشست سیاست مداران افغان در مسکو با نمایندگان طالبان مسلح، این نشست مقام های افغان را نگران ساخته است. رئیس اجرای حکومت هنگام سخنرانی در نشست با مسئولان رسانه ها و خبرنگاران گفت که هر گونه تلاش در بخش صلح افغانستان باید به محوریت حکومت افغانستان باشد و این گونه تلاش ها باید زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی مساعد سازد. عبدالله میگوید که اگر در این مذاکرات زمینه مذاکرات بین الافغانی مساعد ساخته شود، اقدام خوبی در بخش صلح خواهد بود. یک اصل عمده در بسته گفتگوها مذاکره بین الافغانی با محوریت دولت و شمولیت سایرین در مذاکرات هست، یک اصل است که دولت افغانستان و مردم افغانستان هم روی ازی تاکید داشته. اگر در جای انتباه از روش قسمی آمده که یه اصل درور مراعات نشده، او جای قابل اصلاح است. رئیس اجرای حکومت میگوید که سربازان امریکایی تا ابد در افغانستان نمیمانند و بر سر حضور درازمدت نظامی امریکا در افغانستان هیچ گونه توافق نشده است. این نکته هم واضح است که بحث حضور دائمی یا پایگاه دائمی ایالات متحده امریکا در افغانستان هیچ وقت مطرح نشده و هیچ موافقه در این رابطه وجود نداره. پایگاه دائمی اگر بخش از این نیروها تصمیم گرفته شود که خارج میشن از افغانستان در یک موقع، آیا این آخر دنیا خواهد بود برای افغانستان؟ بالاخره باید که همه به اصطلاح معمول دست به علاشه بشینیم و شاهد منتظر آمدن قیامت باشیم در این کشور؟ نی. رئیس اجرای حکومت در پاسخ به خواستهای اخیر در رابطه با ایجاد حکومت موقت میگوید که طرح ایجاد حکومت موقت و یا برگزاری لوی جرگه با ثبات افغانستان کمک کردن نمیتواند. رئیس اجرای میگوید که ایجاد حکومت موقت به معنای آغاز دوباره صفر است. اگر حکومت موقت شد، اما حکومت موقت سابقه میباشه، حداقل رأسش هم دور میباشه. اینمی هم فکر میکنم که مردم افغانستان به مراتب بیدارتر از اوستن که ما اونا را متوجه بسازیم که دمیجه متوجه باشین.
اما دخن حالتون در بین آگاه ترین قشر کشور ما که مسئولین رسانه ها هستن، من فکر میکنم که در این قسمت شاید که ما اشتباه نکرده باشم، که اگر موقت شد اما تو یک موقت میشه باز از سر شروع میکنیم سلسله را. عبدالله میگوید که به هدف انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی را در هماهنگی با ارگ ریاست جمهوری آغاز خواهند کرد و پس از نشست ها و مشوره ها در کمیسیون های انتخاباتی تغییرات خواهد آمد. عبدالله در جریان سخنرانیش گفت که در دوره حکومت وحدت ملی فرصت های خوبی برای گفتگوهای صلح مساعد شده است، اما می افزاید که حکومت نتوانسته است از این فرصت ها به گونه درست استفاده کند. رئیس جمهور غنی میگوید صلح را نمیخواهد که به قیمت از هم پاشی نیروهای افغان تمام شود. محمد اشرف غنی که در مراسم توزیع کوپون به خانواده های قربانیان نیروهای افغان سخنرانی میکرد گفت که نمیخواهد که یک بار دیگر صف نیروهای افغان از هم بپاشد و تجهیزات آنان به کشورهای همسایه به فروش برسد. رئیس جمهور میگوید که روند توزیع کوپون از کابل آغاز و پس از یک سال به تمامی ولایات گسترش خواهد یافت. رئیس جمهور غنی بار دیگر در برابر انحلال نیروهای افغان واکنش نشان داد و میگوید آنانی که از همپاشی نیروهای افغان سخن میگویند آجندای بیگانگان را به پیش میبرند. غنی میگوید که از مذاکرات صلح حمایت میکند اما صلح را نمیخواهد که به قیمت از همپاشی نیروهای افغان تمام شود. رئیس جمهور میگوید که نمیخواهد بار دیگر صفوف نیروهای افغان از هم بپاشد و تجهیزات آنان به قیمت کبار در بازارهای کشورهای همسایه به فروش برسد. دلته د شک و شبه نه ای چې د افغانستان ول سوله غواړي، سوله مقتله و بونه، اما پایداره سوله تل پای سوله، هغه سوله چې موږ عزت پکې دا فلمونه چې د افغانستان ملي ځواکونو باندې سپک نظر کتل سوي ما پخوا لیدلي دي. نتیجه یې څه وه؟ د افغانستان بربادي. بیا غواړي چې موږ ټانکونه ای موږ تیارې دی پرزداتو باعث ماندی پا گوانده و ماندی خرس کی؟ اشرف غنی میگوید که افغان ها به زودی به یک صلح پایدار خواهند رسید، اما به گفته وی برای رسیدن به این هدف باید از احتیاط و تدبیر کار گرفته شود. رئیس جمهور غنی نخستین مرحله توزیع کوپون به خانواده های قربانیان نیروهای افغان را نیز آغاز کرد و میگوید که این روند نخست در کابل و بعدا در ولایت دیگر نیز آغاز خواهد شد. کی پروگرام بر یک سال کامل در کابل تطبیق میکند. ایواز از این که 9 ماه باشه و 12 ماه توسعه داده میشه. در قدم اول کابل است، از خاطر که احصایه و معلومات و سیستم توزیع که ضرور است در کابل ایجاد میشه. تمام مغازا به صورت اصلی بدون از این که از پیشتان رشوت بخواین کوپونتان با وقت و زمان برتان اجرا میکنه. رئیس جمهور غنی در حال در برابر از همپاشی نیروهای افغان واکنش نشان می‌دهد که یک عضو دفتر سیاسی طالبان مصالح گفته است که در صورت موافقت توافقنامه صلح به عوض اردوی کنونی اردوی دیگر ایجاد خواهد شد که تعداد نیروهای آن در مقایسه با اردوی کنونی اندک خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از توافق صلح نیز بخشی از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. ترامپ در مصاحبه با یک تلویزیون خارجی یک بار دیگر بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرده و گفته است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به این معنا نیست که حکومت ایالات متحده متوجه وضعیت در این کشور نیست، بلکه این کشور را از طریق فعالیت نیروهای استخباراتی دقیق‌تر مطالعه خواهد کرد. اما شماری از آگاهان نظامی میگویند افغان‌ها خواهان خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستانند و هیچگاه جناح‌های سالکننده و مردم اجازه نخواهند داد که بخشی از این نیروها در افغانستان باقی بمانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفته است که بخش از نیروهای این کشور به خاطر انجام کارهای استخباراتی در افغانستان باقی خواهند ماند. ترامپ در این مصاحبه با اشاره به جنگ افغانستان گفته است آمریکایی‌ها در آنجا برای 19 سال حضور داشتند. آنها بیشتر از هر زمانی به شدت می‌جنگند، اما به باور وی در حال حاضر همه از این جنگ خسته شدند و باید آمریکا از این جنگ‌های ناتمام بیرون بیاید و افراد خود را به خانه برگرداند. رئیس جمهور آمریکا تأکید می‌کند که آنها از طریق‌های استخباراتی و اطلاعاتی افغانستان را نظارت خواهند کرد و بسیار دقیق نظارت خواهند کرد.
بله، و من در آنجا کارمندان استخباراتی را حفظ خواهم کرد، کارمندان استخباراتی واقعی را. اگر دیدم لانه های شکل میگیرد کار خواهم کرد، اما برای ما هزینه 51 میلیارد دلار مثل سال گذشته و یا هم اگر میانگین هزینه ها را ببینید، یعنی درباره آمار حرف میزنید که هیچ کس هیچگاه قبلا نشنیده است. رئیس جمهور امریکا میگوید اگر وضعیت افغانستان خراب گردد، نیروهای امریکایی دوباره به افغانستان برخواهند گشت. اما شماری از آگاهان نظامی به این باورند در صورتی که بخشی از نیروهای امریکایی در افغانستان باقی بمانند، وضعیت هیچگاه تغییر نخواهد کرد و استقرار آنان برای هیچ طرف، حتی برای مردم عام نیز، قابل پذیرش نخواهد بود. هر کشور متعرضه که شما فکر میکنین به خاطر منافع خود آمده، او پروای ما شما را ندارد. بر از اون منافع خودش مهم است در وجود هر کسی که تامین بشه. البته در وجود ما منافعش تامین نشد، اینا در وجود طالب میخواهیم منافع خود را تامین بکنیم. دست امریکا هم وزید دیزه نه او دودی استخباراتی بخش دلتا پاید کیگی زه فکر نکوم سه پا مجموع افغانان دوی سر بیادم موافقه او کی وقتی سه وزی زیدی و ما خیلی که پریدی افغانستان پا خپل حالات که سر خپل منز جور رسی، بدون در شکل سر اگه وقت خپل افغانان پا خپل منز سر جور رن نسی، دا جنگ با افغانستان که ختم نسی، زکر دل در رقابتون وست نوی تازه سی ویدی. این آگاهان به این باورند در صورتی که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و جنگ جاری به کمپانی‌های خصوصی سپرده شود، افغانستان با یک بحران دیگر مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بر ابقای بخش از نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید دارد که چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این تصمیم آمریکا طی نامه از رئیس جمهور آمریکا خواسته بود تا از تسریع خروج نیروهایش از افغانستان بکاهد. ملیان جدید برای ولایات ننگرهار و قندهار تعیین شدند. اداره مستقل ارگانهای محل میگوید که بر اساس حکم رئیس جمهور غنی، حیات الله حیات به حیث والی قندهار و شاه محمود میاخیل به حیث والی ننگرهار تعیین شده است. حیات الله حیات پیش از این به حیث والی ننگرهار و شاه محمود میاخیل در یک انستیتیوت سل ایفای وظیفه میکردند. نماز جنازه غایبانه آرمان لوانه عضو کشته شده جنبش نجات پشتونها در کابل و برخی ولایات دیگر ادا شد. صدها تن در کابل پس از ادای نماز جنازه غایبانه حمایتشان را از جنبش نجات پشتونها اعلام کردند و از اردوی پاکستان خواستند که دیگر از کشتن و آزار اذیت پشتونها دست بکشد. در همین حال در ولایات قندهار، ننگرهار، لوگر و برخی ولایات دیگر افغانستان نیز نماز جنازه خانبه غایبانه آرمان لبانی خوانده شد. قرار است که جنبش نجات پشتونها روز سه‌شنبه نشست بزرگی را در واکنش به کشته شدن وی برگزار کنند. صدها تن در کابل و ولایات مختلف افغانستان جنازه غیابی آرمان لوانی، یکی از اعضای پیشتاز جنبش نجات پشتونها را ادا کردند. صدها تن از اشتراک کننده نماز جنازه وی در کابل با پشتونهای آن سوی خط دیورند ابراز غم شریکی کردند و تاکید نمودند که هیچ کسی نمیتواند افغانهای دو طرف خط دیورند را از هم جدا کند. لارو بر افغان چه ده واحد ملت ده پدی که دا غزن تارونه دا جبر کرخه دا کمرون نلری، البته موقت وقت دپاره با تاثیرات ولری، خو په داخل کې ځانسات او محافظه کار د پیغامو چې ملت شوري دا را پاسیږي، ځوانان را پاسیږي او شوري دښمنان ته چې د لوی افغانستان د جوړدو مخه نیسي، هغې دپاره هم دا پیغامو چې اولی که اخري دا لر بر افغان به سره یوځای کېږي. د دغه خلکو د ټولو غوښتنه پر 50 نقطو راټوله سول. یو دا چې موږ د آرمان لوڼي جنازه واخیستل، دوهم دا چې د پښتو تحفظ مومنټ کوم حرکت شروع سوی دی د هغه کلیزه مو ولمانځل، ورسره په څنګ کې دغه ټولو خلکو چې په زرګونه خلکو تعداد یې درلودې د منظور پښتین څخه خپل ملاتړ اعلان کوي چې د افغان ژغورنې لپاره پاڅېدلی دي، او ورسره په څنګ کې د افغانستان او افغان شمول سولې په اړه خبرې وکړې. او یو اخري نقطه دا وه چې موږ ټول افغانان د خپل سر په قیامت د افغانستان د ملي او امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ.
در همین حال جنازه غیابی وی در کندهار، ننگرهار، لوگر، لغمان و ولایت دیگر نیز برگزار شد. باشندگان لوگر از اردوی پاکستان خواستند که دیگر از کشتار پشتونها و آزار و اذیت آنان دست بردار شود. سلورنای دیو فکر دیو ملی حرکت لپاره مبارزه کوله او دا هغه څوک چې د فکر په عام خلکو کې خصوصا په پښتنو کې به تر ابده فور ژوندۍ وي. د داسې فکر درلودو لدینه د حکومتونو یا هغه حکومتونه خصوصا د پاکستان استخباراتي اداراتو د دې څخه په ویره کې و. هغه یو رښتینی شهید دی او د پښتنو د خپلو حقوقو قربانی شوه ده او وی غختل سی د پښتنو حکم حیاتی حقوق دی چې د بین الاقوامی د قوانینو سره سم د هغه هر انسان حق ده. پښتانه سلته جون کې دی وی هم جون الته حق ده. خو د پاکستان ریاست یا د حکومت سره پښتنو ته ازادي نه ورکي، د وی حقوق نه ورکي. نو ارمان شهید پمدغه باندې دی د شهید شوه ده. در همین حال اعضای جنبش نجات پشتونها با برگزاری نشست اعتراضی در پشاور گفتند که در واکنش به قتل ارمان لوانی صدایشان را بلند نگه می دارند و قرار است روز سه شنبه نیز در رابطه به همین مسئله نشست بزرگی برگزار شود. د سبا لپاره زموږ پلان دی احتجاج وکړو. سبا احتجاج کیدای سي موږ بیا پر روډونو باندې لانګ مارچ وکړو، پیدل واک وکړو. مردم در واکنش به قتل نوزو پیشتاز جنبش نجات پشتونها روز دوشنبه نیز در پشاور، کویته و برخی مناطق دیگر دست به اعتصاب کاری زدند. گراف ابتلا به بیماری سرطان در افغانستان در مقایسه به هر وقت دیگر بلند رفته است. نهاد مبارزه بر ضد بیماری سرطان میگوید که در حال حاضر دو مرکز تداوی بیماری سرطان در افغانستان وجود دارد که این مراکز نمیتواند به تمامی بیماران مبتلا به سرطان رسیدگی کند. در همین حال اداره حفاظت محیط زیست میگوید که سرطان با محیط زیست رابطه نزدیک دارد که آلودگی هوا، مشروبات الکلی، استفاده از سیگارت و عدم فعالیت فیزیکی از عوامل عمده ابتلا به این بیماری است. پس از جنگ و ناامنی ها در افغانستان، یک تهدید بزرگ دیگر به زندگی افغان ها بیماری سرطان است که با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. بنیاد مبارزه بر ضد بیماری سرطان در افغانستان از افزایش این بیماری ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که در سراسر جهان 18 میلیون تن به این بیماری مبتلا اند. مسئولان این بنیاد که در نشست مبارزه بر ضد بیماری سرطان سخنرانی می‌کردند گفتند که در حال حاضر دو مرکز تداوی بیماری سرطان در افغانستان وجود دارد که نمی‌تواند به تمام مشکلات مردم رسیدگی کند. فعلا در شفاخانه جمهوریت، در شفاخانه استقلال، در شفاخانه FMIC یک تعداد حرکات بسیار خوبی در پانتون تیبی کابل، در شفاخانه علی‌آباد و در بعض سکتورهای خصوصی و در شفاخانه حوزوی ایراد اقدامات صورت گرفته. ولی متاسفانه این جوابده ضرورت فعلی مملکت نیست، منسجم نیست، در یک جای نیست و تمام مریضای افغانستان با اکسس مساوی به این خدمات ندارند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در سال گذشته 2018 از 30 تا 40 هزار تن افغان به بیماری سرطان مبتلا شده بودند که از این میان 15 هزار تن آنان جانهایشان را از دست دادند. در همین حال اداره حفاظت از محیط زیست، آلودگی هوا، استفاده از مشروبات الکلی، سیگارت و نداشتن فعالیت فیزیکی را از جمله موارد یاد می کند که سبب مبتلا شدن به بیماری سرطان می شود. که یکی از این جمله کشیدن سیگارت است، به همین ترتیب استعمال الکل است، رژیم غذایی ضعیف، عدم تمرین و ورزش، در معرض قرار گرفتن شعاعهای مختلف آفتاب و همچنان مواد کیمیاوی که در محیط زیست وجود دارد. در همین حال کمیسیون حقوق بشر نیز از افزایش بیماری سرطان ابراز نگرانی می کند و می گوید که ناامنی ها، جنگ و ضعف اقتصادی در افغانستان از جمله عوامل ابتلا به سرطان است. استرس است، همین نارومی و عدم مسئولیت است که مردم افغانستان داره. ما اگه اولاد ما مکتب میره مطمئن نیستیم که پس میایه. در یک کنج شهر یک صدا میشه، باز ورخطا میشیم که کدام دوست ما، کدام خیش ما، کدام قوم ما در او کنج شهر بوده که عجله باز تلفن بکنیم که خیریت است، به خیر گذاشته. یعنی اینا چیزایی است که باعث ایجاد سرطان و امراض مختلف در مردم ما میشه.
بنیاد مبارزه بر ضد بیماری سرطان در حال از افزایش بیماری سرطان در افغانستان ابراز نگرانی می کند که در حال حاضر دو مرکز تشخیص و تداوی سرطان در شفاخانه های جمهوریت و استقلال فعالیت می کنند که این مراکز برای تداوی تمام افراد مبتلا به سرطان کافی نیست. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. بازم شما دید در ادامه خبرهای جهان. رئیس جمهور عراق گزارش هایی را رد کرد که گویا امریکا خواهان اجازه نظارت ایران از خاک عراق شده است. وی در یک نشست در عراق گفت که امریکا کشور قدرتمند است، اما آنان اجازه نخواهند داد که پلیسی های منطقوی خود را از عراق تطبیق کند. صالحی می گوید که نیروهای امریکایی بر اساس یک توافق دو جنبه مبارزه مشخص علیه تروریسم در این کشور حضور دارند و باید تمرکز آنان بر همین موضوع باشد. این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران یک درد سر بزرگ برای آمریکا در منطقه است و برای نظارت این کشور حضور نظامی آمریکا در عراق بسیار مهم است. رهبران ایران، ترکیه و روسیه یک بار دیگر در مورد وضعیت سوریه گفتگو می کنند. گزارش ها می رساند که آنان در ماه جاری میلادی در شهر سوچی روسیه با هم دیدار خواهند کرد. رسانه های روسی می گویند که رهبران این کشورها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و مناطق مسئول در اطراف ولایت ادلیب گفتگو خواهند کرد. روسیه، ایران و ترکیه میانجی پروسه آستانه در مورد صلح سوریه و ضمانت کننده طرف های درگیر جنگ در سوریه هستند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، از آغاز احتمالی جنگ های داخلی در این کشور هشدار داد. وی گفته است که اگر فشارهای نامشروع به هدف کنار رفتن وی از قدرت ادامه پیدا کند، شاید جنگ داخلی آغاز شود. مادورو همچنان هشدار داده است که اگر سازمان ملل متحد در بحران سیاسی این کشور تلاش به مداخله مستقیم کند، قصر سفید نیز مسئول نخواهد ماند. در همین حال معاون مادورو گفته است که کشورش آماده دفع هر گونه تجاوز نظامی است. اظهارات رهبران دولتی ونزوئلا در حالی است که پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که انتخاب مداخله نظامی بر ضد حکومت ونزوئلا ناممکن نیست. مجموعه خبری ما در همین جا پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. در ادامه بیننده دیگر برنامه های کابل نیوز باشید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.